منظور از تقسیم اینه که کجا بندازن، کجا بندازن، کدوم شهر بندازن. بادی لنگویجتون خوب باشه، به صورتش نگاه بکنید که فکر نکنه شما دارید دروغ میگید. و اگر مثلا زن و شوهر باشید به شما استقلال میدن. بچه‌ها خوش اومدید به 0 تا 100 اقامت در انگلیس. در خدمت شما هستیم و در خدمت صادق دوستم و من امیر هستم. همه عزیزان به حال سوال خیلی ها میتونه باشه که مثلا وقتی که ورود میکنن به انگلیس به چه صورت هست، چون مبهمی هست کسی که تو ایران زندگی میکنن که ببینن وقتی که اونجا میرسن چه اتفاقات قراره براشون پیش بیاد. آره خب ما دیگه از اینجا نمیگیم چجوری میخوایم بیان انگلیس، چجوری میخواید برسین اینجا، قانونی غیر قانونی. ما راهاشو از رسیدن به انگلیس میگیم بهتون، یعنی وقتی که میرسیم به انگلیس چه اتفاقی میفته، قانونی وارد میشین چه اتفاقی میفته، غیر قانونی چه جوریه. اولا اینکه دو راه وجود داره، یکی قانونیه یکی غیر قانونیه. قانونی که حالا شما ویزاتون رو میگیرید وارد انگلیس میشید، کارتون رو وکیل میکنه و اینا. ما میخوام بیشتر در رابطه غیر قانونی که به چه صورت مثلا وقتی که وارد شدید اول کجا میرید، به صورت غیر قانونی وارد انگلیس شدید، حالا داخل فرودگاه هستید یا حالا با نمیدونم ترانزیت میاید یا با هر چیزی، کجا بریم اول. بیسش اینه زمانی که شما ورود میکنین به هر کشوری، حالا اگه غیر قانونی وارد میشین، باید اولین جایی که میرین خودتون معرفی بکنین به پلیس اون کشور، دلیلی بیارید که چرا میخواین تو این کشور بمونید، یه دلیل قانع کننده برای شروع. خب اولی که مثلا وارد اینجا میشن غیر قانونی، قانونی که اصلا بحث جداست، 10 سال بعد اینجا بمونید و زندگی شخصی داشته باشید و اینا. غیر قانونی که شما میاد اول شما خودتون رو باید به پلیس معرفی کنید، درسته؟ بله 100%. پلیس شما رو میبره به وزارت کشور. یه جا هست به نام وزارت کشور، حالا ممکنه یه موقع لیورپول باشه، یه موقع کرایدون باشه. اونجا یه اینترویور میذارم، قرار مصاحبه میذارم، یه کیس راه میپرسن، درسته؟ دقیقاً یه مصاحبه کوتاه از شما میکنن ببینن شما از چه راهی اومدید، یه کوتاه هیستوری از شما میگیرن که مثلا واسه چی میخواین اینجا بمونید، یه دلیل باید بیارید. وقتی که از شما مصاحبه کردن شما رو معمولاً میبرن به مدت کوتاه، بین مثلا 2 هفته تو یه هتل نگه میدارن تا اینکه شما رو تقسیم بکنن. منظور از تقسیم اینه که کجا بندازن، کدوم شهر بندازن. مثلا معمولا شهرهای کوچیک میفرستن، چرا که چون رسیدگی کردن و برای اون دولت اون کشور راحت تر هستش. آره بیشتر میندازن بیرون لندن، چون همه خب معمولا همه میخوان داخل لندن بمونن، همه رو می‌ریزن بیرون لندن که اونجا رسیدگی واسهشون راحت‌تره، هزینه‌ش هم پایین‌تره واسه دولت، چون تمام این خونه‌مونه‌ها رو همه رو باید دولت پولشو بده، به خاطر همونه. علاوه دولت برای خود شخص هم بهتره. زمانی که به صورت پناهندگی میان اینجا به این صورت هستش که یه حقوقی دارن، یه حقوق هفتگی دارن که وقتی که شما رو تقسیم می‌کنن، به فرض مثال توی یه شهر کوچیکی، مثلا من خودم شخصاً زمانی که اومدم مثلا خب رفتم توی شهر خیلی کوچیکی بود، نزدیک شفیلد بود. اگه مجرد باشید داخل یه خونه شما رو میبرن که یه اتاقش فقط مختص تو هست که مثلا 4 تا خواب داره، یه اتاق مال تو هست، تو اون اتاق که آشپزخونهش مال هم بقیه هست و فقط اون اتاق مال تو هست. اگر شعر هست، آره بقیه همه با هم استفاده میکنن آشپزخونهش، ولی اتاق شخصی مال خودت هستش. اما اگه متعهد باشین خب قطعا، یا مثلا اگر مثلا زن و شوهر باشین خب به شما استادیو فلت میدن، اگه بچه داشته باشی خونه 1 خوابه یا 2 خوابه بهت میدن، بر اساس تعداد بچه‌هایی هست که شما دارید. و حقوق هفتگیتون هم خب قطعا تغییر میکنه، به مثلا برای مجرد فکر کنم 35-6 میدن. آره من یادم 35 گرونتر شده یه مقدار، بخاطر اینکه حالا زن حامله باشه، بچه داشته باشه، اینا همش قیمتاش میره بالا. دقیقاً زمانی که میینی شما باید یه کیس هستش. منظور از کیس چیه؟ قطعا این کلمه رو زیاد شنیدی. کیس داستانی هست، یه داستان زندگی خودتون میتونه باشه، مبنی بر اینکه شما تو ایران نمیتونستین زندگی بکنید و اومدین اینجا زندگی بکنید. داستانی که برای دولت بریتانیا، دولت انگلیس قانع کننده باشه. اونا میگن باید یه چیزی باشه که ما قانع بشیم شما صحبتی که دارین میکنید. حالا این کیس چجوری هست؟ کیس مثلا اینجوری نیست که روز اول شما رو مثلا ببرن توی اتاق 4 ساعت از شما سوال جواب بگیرن. روز اول از شما چیز سطحی میپرسن در حد 10 دقیقه، آره از کجا اومدی، کی اومدی، فلان. شما رو خسته نمیکنن چون میدونن شما خسته راه هستی. شما رو مستقر میکنن داخل اون اتاق یا اون تو اون شهری که قرار اونا شما رو بفرستن و بعدش ما منتظر بمونیم مثلا اینترویو دوم. برای اینترویو مثلا یکی بعد از 2 ماه نامش میاد، یکی هم بعد از 7 ماه 8 ماه میاد، یکی هم بعد از 1 سال میاد. این دیگه شانسی است که چیکه شما مصاحبه قراره بشید. آره دیگه مصاحبه دوم، مصاحبه که مثلا اونجا ممکنه 3-4 ساعت طول بکشه. بعد یه نفر هست اونجا مینویسه روی همچین میزی هست انگار که دارن بازجویی میکنن، ولی مثلا یه نفر داره مینویسه مثلا برگه 100 صفحه‌ای جلوشه، سوال میکنه از شما. یه نفر هم هست مترجمه میکنه و شما باید جواب بدید و باید بادی لنگویجتون خوب باشه، به صورتش نگاه بکنید که فکر نکنه شما دارید دروغ میگید و اینا. و اونی هم که از شما سوال میپرسه از خود سوالای شما بازم سوال در میاره، یعنی هرچی کمتر جواب بدید بهتره. بنابراین این چیزی دوم. آره یه چیزی قبلش ما نگفت یادمون رفت بگیم، این که شما زمانی که میای دولت به شما وکیل معرفی میکنه که وکیل اینجا هزینه شما پرداخت نمیکنه، به عهده دولته. که قبل از این که بریم مصاحبه بشید تمام کیستون رو با اون مرور میکنه با وکیل که قراره چی بگین و چه اتفاق قراره بیفته. 100% وکیل پولش دولت میده تا زمانی که شما کیستون در حال بررسیه. وقتی که رفوزه شدین یا به قول من رد شدین دیگه دولت ساپورت نمیده. حالا به رفوزگی نرسیدیم، به رد شدن میرسیم. نگران این نباشین که مثلا زبان انگلیسیتون خوب نیست، چون اونا برای شما مترجم میگیرن، یعنی هر صحبتی که شما میکنید ترجمه میکنن و به انگلیسی مثلا با اون به وکیل یا با اون شخصی که از قرار از شما مصاحبه بکنه میگن. ما ایرانی هم یه مشکلی که داریم، برای هر چیزی خیلی توضیح میدیم که اینا دوست ندارن. مثلا دوست دارن اگه از صاحب اگر میگن اسمت چیه بگی علیم، تقیم، نقیم، هر چیزی که هستی، نه اینکه بیا اسم فامیلت کامل بگی. اسم بابا اینه، اسم ننم اینه، اسمت چیه. شما نگو که من اسمم مثلا امیر عظیمی، بابام فلانه. میگه اسمت چیه، بگو امیر. گفت فامیلت چیه، بگو مثلا عظیمی. اینجوری مثلا خودشون میگن سوال ما یک کلمه جواب داره، دیگه توضیحات زیاد معنی نداره. اگه ما گفتیم توضیح بده شما توضیح بده. آره اینجوریه. حالا چقدر تا اینترویو دوم، از اون موقع که اینترویو اول انجام دادی رفت داخل خونت، چقدر تا اینترویو یا اینترویو یعنی مصاحبه اصلی دیگه، آره دوم طول میکشه. من خودم یادم 8 ماه طول کشید. 8 ماه طول نوبت بودم مثلا. خب نامم اومد. حالا بعضیا میگن 6 ماه طول میکشه، بعضی میگن نه اگه بیشتر از 2 ماه طول بکشه شما قبولی. نه هر کی یه چیزی میگه، هر کی میگه. محیطی هست داخل اونجا بهش میگن هاستل. مجرده رو اول میذارن داخل هاستل. هاستل یعنی هر کسی یه تخت خواب داره، مثلا 3 تا مجرد داخل یه اتاق میذارن، مثل مسافرخونه ایران. مثل مسافرخونه ایران اونجا وارد محیط میشید که هر کسی یه چیزی میگه، شما باید به حرف هیچ کس گوش ندید، کار خودتون انجام بده. ولی هر کسی میاد یه شایعه اونجا درست میکنه. زمانی که صفر مثلا وارد انگلیس میشی 2 هفته مثلا تو اون هتل میمونی، بیام بعد میری داخل 21 روز داخل یه محوطه‌ای که بهش میگن هاستل، شبیه مسافرخونه هست، شما رو نگه میدارن و بعدش وارد اون خونه میشی در واقع که قرار شما مستقر بشین تو اون شهرستان. بعدش اینترویو دوم تموم شد، بعدش چی میشه؟ خب بعدش شما منتظر میمونی جوابت بیاد، حالا مثبت یا منفی. اگر مثبت بشه که مثبت بشه چی میشه؟ شما بهتون میگن که شما باید برید به یک اداره به اسم جاب سنتر، یعنی جایی که برای شما کار پیدا میکنه و اجازه کار میده و اینا، که شما برید اونجا چون پناهنده هستید یا هر چیزی بنفیت اپلای کنید، یعنی بتون یه خونه پیدا بکنید که دولت به شما هزینه رو بده و تا موقع که شما کار پیدا میکنید هزینه‌تون رو دولت میده، مثلا حقوق هفتگی اینا میده. وقتی که مثبت میشه شما منتظر یک کارت میمونید. بچا کارت ملی تو ایران چجوریه؟ اونم بهش میگن، اینجا بهش میگن آیدی کارت. با منتظرمون اون کارت بیاد که اون کارت خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون که با اون کارت شما میتونید همه کار گواهینامه بگیرید، با اون کارت میتونید کالج اسم نویسی بکنید، با اون کارت میتونید کار اپلای بکنید و ببین سر کار همه کاری میتونه انجام بدید، چون رسما دولت به تو گفته دیگه تو میتونی اینجا زندگی بکنی. اگر منفی بشه شما دو حالت داره، یا باید ببینیم پیش وکیلتون صحبت بکنیم باهاش، ببینیم که چه اتفاق قرار بیفته. اگر کیس شما، پرونده شما جوری باشه که بشه ادامه داد، وکیل با شما صحبت میکنه، میگه که ما نوبت دادگاه میگیریم که بتونیم از حق شما دفاع بکنیم. شاید اونا اعتقاد دارن که مثلا وکیل میگه که خب جای دفاع داره، شاید بتونیم قاضی رو قانع بکنیم نسبت به پرونده شما. هر چقدر بازم من میگم، حالا یه نصیحت کوچیک برادرانه، هر چقدر وکیل میگه که یه موقع وکیلای به شما میخوره که مثلا وکیلای به شما میگه نه دیگه امیدی نیست و اینا، به نظر من به حرفش گوش ندید و کار خودتون رو برید تا آخرین مرحله اعتراض برای دادگاه بزنید، چون بعد از این دادگاه هم اگر کیس شما خوب باشه میفرستن حالا برای دادگاه بالاتر، عالی مقام‌تر. دادگاه قبول شد، دوباره میشه همون جواب مثبتتون که باز توضیح دادم. ولی اگر دادگاه رد شد، شما میتونین یک کیس جدیدی رو، منظور از کیس جدید نیست که اون کیس قبلی رو کاملا پروندهش میبندی و اینکه یه داستان جدید دیگر رو باید درست بکنیم به قول معروف، که بهش میگن فرش کلیم، یعنی که تو داری یه چیز جدید دیگه میخوای قرار ارائه بدی که باز دوباره دولت رو قانع بکنی، که این دیگه مرحله آخره، باید هر طور شده قانع بکنه تو مرحله فرش کردن. آره 100%. آره. حالا یه نگرانی هم هستش برای آدمایی که زن و بچه دارن، یه موقع جواب رد میگیرن. البته زن و بچه رو اینجا یه مقدار آسان‌تر میگیرن، ولی اون موقع کسی به من نگفت. حالا اونایی که جواب ردی میگیرن میگن که خب ما چیکار کنیم، جایی نداریم بریم زندگی بکنیم، خونه نداریم فلان. معمولا اونا به شما نمیگن، یه جایی هست به نام ریفیوجی کانسل، یعنی شهرداری ریفیوجی‌ها. یه چیزی هست به نام سکشن 4 که شما امضا میدی که اگر موقعیت کشورت خوب شد برگردی به کشورت، ولی در عوض اونا شما رو ساپورت میکنن که یه جا میدن که شما زندگی بکنی. اینو هیچکس به من نگفت. یه پسر کردی بود اینو به من گفت و شما به خودت میگی خب اگه وضعیت کشور خوب شد چرا اینا منو برمیگردن. وضعیت کشور که میبینی که خوب نمیشه، میبینی که 4 سال 3 سال تو اون وضعیت میمونی، وضعیت کشورم خوب نیست، اونا از همون 5 تا 4 سال جواب مثبت تو بهت میدن. اینه که خواستم اینجا بهتون بگم که حالا اگه جواب منفی بود 2 تا دادگاه داریم، و یا اگه ممکنه یه دونه دادگاه داشته باشیم، بعدش فرش کلیمه همونجوری که صادق گفت، بعدش هم دیگه شما رو ساپورت نمیکنن که آقا شما کجا زندگی میخوای بکنی، چقدر میخوای پول بدی. ولی این قانون هستش که اگر 1 سال کیس شما در حال بررسی باشه میتونی اپلای بکنی برای اجازه کار بگیری و بتونی کار بکنی. 1 سال کیس شما در حال بررسی تحت نظر هوم آفیسه، ولی نمیدونی که کی جواب میاد. موقع تو شرایط برزخی هستی، اون موقع باید اپلای کنی برای اجازه کار طرف وکیل که به شما یه نامه میدن که شما برید مثلا اجازه کارتون رو بگید که شروع کنید کار کردن. خیلی ها احتمالاً اینو شنیدن که مثلا میگن یارو داره سیاه کار میکنه. منظور از سیاه چیه؟ حالا خیلی ها نمیدونن، خیلی ها میدونن. زمانی که تو مثلا همه پروندهت بسته میشه و هیچ گونه جواب نره، خب مجبوری یه شکم تو سیر بکنی. خودشون هم میدونن. آره چی کار میکنی؟ خب انگلیسی که به شما کار نمیده، باید بریم سراغ مثلا بیزینس های ایرانی که بلکه به شما کار بدن. درسته پول خیلی کمی به شما میدن، اما خب بهتر از اینکه شما بیکار بخواید بگردین و محتاج نون شبتون باشید. چاره نیست. به خاطر همین هست معمولا میرن یه جای کار سیاه میکنن و مثلا یه اتاق کوچیکی اجاره میکنن که قیمتش مناسب تر باشه تا اینکه پروندهشو درست بشه و بتونن اقامتو بگیرن. حالا جواب اگر مثبت بود چی به شما میدن؟ وقتی که جواب مثبت میشه این دلیل نمیشه که دیگه همه چی تموم شده. زمانی که جواب مثبت میشه خب گفتیم که یه کارتی بهت میدن که آیدی کارتت هست و یه پاسپورت میدن که پاسپورت هم نیست. البته اونو نمیدن، ما خودت اپلای کنیم. نمیگن اصلا با خودت اپلای کنیم. که بهش میگن ترابل داکیومنت. ترابل داکیومنت چیه؟ یعنی که با اون میتونیم فقط بریم سفر بکنید به جاهایی که خودشون مقرر کردن، میتونی مسافرت بکنی و اینکه همه جا خب نمیتونی بری جایی که اونا خودشون در نظر گرفتن. آره دیگه میگم با ویزا بگیری، مثلا اگه بعضی جاها باید ویزا بگیری. 5 سال بعد از اینکه اقامتت گرفتی، از زمانی که اون کارت آیدی کارت اومد دم در خونه، 5 سال باید انتظار بکشی. 5 سال زیر نظر هستی، زیر نظر دولت هستی که شما خلافی نکنی، حتی خلاف رانندگی هم محسوب میشه اونجا، پاسپورت تعطیل میشه کلا دیگه، از بین میره. و اینکه 5 سال زیر نظر هستی. این خلافا رو کلا نداشته باشی، دیگه موقعش که برسه مدارکاتو میفرسی، اپلای میکنی برای اقامت دائم. آره اپلای میکنی واسه اقامت دائم که اون آیدی کارت تبدیل میشه به اقامت دائم. اقامت دائم، حالا اقامت دائم اونجوری نیست، باز دوباره یک کارت دیگه بهت میدن، میگن باز با منتظر بمونی. یک کارت بهت میدن برای اقامت دائم، بهش میگن ایندفینیت. بعد البته این پروسه هایی که میگم هر کدوم که شما اپلای میکنی اینا هر کدوم 6 ماه طول میشه. مثلا هر اپلایی برای ویزا، هر چیزی که شما برای وزارت کشور اپلای میکنی 6 ماه طول میکشه مینیمم. مثلا برای ایندفینیت اپلای میکنی 6 ماه طول میکشه. بعد از ایندفینیتی گرفتی یه کارت به شما میدن که حالا ممکنه یه زمانی که این ویدیو رو میبینید که اصلا کارت هم نباشه، دارن دیجیتالی میکنن. بعد از اون کارت که گرفتی 1 سال بعد بگذره ازش، قانونشونه که اپلای بکنید برای پاسپورت. پاسپورت هم شما باید 2 تا چیز رو بدونی. یکی اینکه یک درسی هست به نام لایف این دی یوکی، زندگی در انگلستان به چه صورته، تاریخش رو باید بدونی، یکم زبان انگلیسی تو خوب باشه. وقتی اینا رو بدونی اپلای که کردی بعد بری قسم بخوری که به این کشور وفاداری که بهش میگن نوتریلیزیشن. اپلای میکنی برای پاسپورت بعد از 1 سال، اونم 6 ماه طول میکشه. وقتی 6 ماه طول کشید با 6 ماه ایندفینیت و با این 1 سالی که باید بمونه کلا 2 سال طول میکشه تا پاستون بیاد بعد از ایندفینیت. وقتی قبولتون کردن برای قسم خوردن، برای میرید داخل شهرداری، هر محله شهرداری داره، اونجا قسم میخورید به ملکه این کشور که به این کشور وفادار باشید. بعد به شما اجازه میدن که یه شماره میدن که بتونید اپلای بکنید برای پاسپورت انگلیسی که بهش میگن بریتیش پاسپورت، که میتونید اون موقع رأی بدید داخل این کشور. اصلا کلا میشید دیگه شهروند این کشور، شهروند درجه 1 این کشور میشید که میتونید رأی بدید، میتونید تو این کشور چه خواستید بمونید، هر جا دنیا می‌خواستید میتونید برید، ولی کلا 2 سال نباید بیشتر غیبت داشته باشید از این کشور. اینجا کارهایی که شما بعد از جواب مثبت بودن میتونید انجام بدید اینه که بیافتید دنبال اجازه کارتون، دنبال گواهینامه‌تون، میتونید رو از درس بخونید، مثلا بنفیت اپلای بکنید. میتونید اگر مجرد اومدید، زنتون تو ایرانه، خانم‌ها که تنهایی نمیاد، زنتون تو ایرانه، میتونید برای اونها اقدام بکنید که بیارینشون انگلیس، به همش اگه شما جواب بگیرید به اونها هم جواب میدن. این اتفاق هست که فقط نگفتم بچه‌ها، هر چیزی که روز اول میگین تاثیرگذاره. اگه شما بگی من نامزد دارم، اگه بگی من زن دارم، دوست دختر دارم، دوست دخترم نامزد میشه دیگه برای اینا. کمک میکنه که راحت‌تر زنتون، نامزدتون، شوهرتون راحت‌تر بیاد اینجا، تا اینکه بذاریم مثلا بگی من مجرد هستم بعد از این مدتی بخوای بگی حالا من میخوام برم زن بگیرم از ایران بیارم، اون خیلی دیگه سخت‌تر میشه. ولی اگر روز اول این بگی من زن دارم یا مثلا نامزد دارم، وقتی که شما جواب بگیریم اتوماتیک با کار شخص دوم انجام میشه. آره اسمش هم میپرسن و میگن خب اون کی است. هر چیزی که روز اول میگی ثبت میشه. اینجوری نیست که بگی حالا من خستم یه چیز چرت و پرت بگم تمام بشه بره. 100%. یکی از چیزایی هم که این کارهایی که اینا هم انجام میدن اینه که برای اینکه دروغ شما رو در بیارن، حالا البته راست باید بگید، ولی خب برای اینکه دروغ شما رو در بیارن یه سوالو چند دفعه میپرسن از شما. به حالتهای مختلف میپرسن و مثلا شما متوجه نمیشید. اینا شکنجه و کاری خاصی انجام نمیدن، با وقتی میخوان دروغ شما رو در بیارن یک سوال به حالتهای مختلف 3-4 بار از شما میپرسن. و اگر فقط تو این 3 بار یک بار مثل اول جواب ندی میگن داری دروغ میگی، ولی اگه اون 3-4 بار همون حالت اول جواب بده میگن نه داره راست میگه، من هر چی ازش میپرسم معلومه که داره راست میگه. اونا روانشناس هستن، پلیس نیستن. از حرکات دیدیم مثلا الان من و امیر روبروی هم نشستیم، بادی لنگویج، آره روبرو هم نشستیم، اون داره به تو خیره شده، حتی نگاه دستت میکنه، نگاه پات میکنه که چقدر تکون میدی، وقتی که استرس داری نداری، وقتی که داری با یه اعتماد به نفسی حرف میزنی، خب دلیل نداره پات تکون بخوره، دستت تکون بخوره. اونم میگه داره حقیقتو میگه، پس ما دلیل نداره اینو مثلا ردش بکنیم. آره دیگه، مثلا هی مثلا زانوت اینجوری بلرزونی، آره. یا مثلا با انگشتت بازی بکنی، اینا خیلی مثلا چیزایی هستش که اینا متخصصش اصلا میدونن که شما چجوری هستید. حالا به هر حال این 0 تا 100 غیر قانونی بود. حالا قانونیش هم اینه که قانونی اینه که شما با ویزا میاید اینجا، خیلی میگن با ویزا بیاید اینجا نمیتونی پناهندگی بگیری که اشتباهه. با ویزا مگه اومدید اینجا میتونید بگیرید و احتیاجی به پناهندگی هم نیست. اگه با ویزا اومدید میتونید اینجا 10 سال قانونی زندگی بکنید، جواب بگیرید. 10 سال قانونی، نه غیر قانونی. 10 سال قانونی بمونید داخل کشور، میتونید اپلای کنید برای ایندیفیندش میگن زندگی خصوصی، اقامت زندگی خصوصی. یعنی کسی که داخل کشور 10 سال بمونه میتونه جواب بگیره. که همه هزینه به عهده خودش است. که همه هزینه به عهده خودش است، درسته. کلا قانونی یا غیر قانونی جفتش هم 10 سال طول میکشه. یعنی غیر قانونی هم شما بیاید اینجا اینجوری نیستش که شما فردا جواب بدم میگه من تموم شد. اقامت 5 ساله داره. بعد از 5 ساله شما باید اپلای کنید. 2 سال طول میکشه میشه 7 سال. یه سال که اصلا همین اینترویو طول میکشه میشه 8 سال. 2 سال دیگه 2 سال هم پاسپورت طول میکشه میشه 10 سال. کلا یعنی 10 سال اینا سیستم رو طوری طراحی کردن که 10 سال شما باید اینجا بمونی اگه اقامت دائمی. حالا فرقش میدونید چیه؟ فرقش به نظر من اینه که مثلا شما جواب میگیره از طریق همون غیر قانونی، کارتون جوری هست که پولی که در میارین کمه، دولت میاد وسط از شما حمایت میکنه، مثلا پول خونه رو به شما کمک میکنه یه درصدیش که شما مثلا لطمه نخورید. قانونی که بیای دیگه این چیزا خبری نیست. قانونی که بیای باید تمام هزینه ها رو خودت بدی. مثال میزنم، مثلا یه خونه ای که تو لندن هست 1200 پوند باید کل 1200 پوند خودت بدی. آره دیگه، باید یه کار خوب داشته باشی، کار خوب داشته باشی. اما اگه مثلا شما همون غیر قانونی اومده باشید اینجا، یعنی پناهندگی، همون پناهندگی که اومده باشید اینجا، مثلا ماهیانه شما 2000 پوند حقوقت باشه، دولت مثلا اجاره خونت هم 1200 باشه، یه درصدش به تو کمک میکنه که یه پولی هم تو جیبت باشه بتونی خریدی بکنی، پوشاکی داشته باشی، یه مبلغ ناچیزی هم پس انداز بکنی برای مثلا مسافرت. آره دیگه، اینجا خونه خیلی مهمه. خونه مهمه و اینجا اینکه یه روز بیکاری، اگر حتی داری بنفیت میگیری یا نه، اگر یه روز بیکاری شما رو به قول معروف از زندگی عقب میندازه، به خاطر اینکه باید اینجا کار بکنی. چون از جیب خیلی راحت میخوری. شما یه پیتزا میخوای بخوری اینجا 10-15 پوند پولشه، خیلی گرونه اینجا و بنابراین باید دخلت به خرجت بخوره، وگرنه خیلی راحت ول میکنی میری، یا میری شهرستان اسکاتلند یا منچستر اینا زندگی میکنی اونجا، یا اینکه برمیگردی کشور. پس بنابراین باید یه برنامه درست و حسابی بریزی اگه میخوای بیای اینجا. البته اهداف همه آدما متفاوته. مثلا من یه رفیقی داشتم شهرستان که بودم، بگو من میخوام 5 سال کار بکنم فشرده تو همون شهرستان، برگردم برم ایران زندگی بکنم. یکی دیگه هم هست میگه نه من میخوام برای همیشه اینجا بمونم. خب فرق میکنه دیگه، زندگی کردنش متفاوته. مهاجرت کردن خیلی سخته. این نیست که شما پاتون گذاشین تو انگلیس بگین دیگه تموم شده. تازه شروع شده، تازه اول راهه. همه این پروسه‌ای که ما توضیح دادیم باید مو به مو انجام بدین تا برسیم به مرحله آخرش که 10 سال حداقلشه طول میکشه. حالا بعضیا حتی بیشتر هم میشده، بعضیا حتی 15 سال 16 سال طول کشیده. این نیست که حتما همون 10 سال هم بشه. اگه آدم صبوری نباشی یا اگه آدم باشی که عجول باشی، خب اصلا به درد نمیخوره. به نظر من نیاد بهتره دیگه. آره، آدم خیلی صبوری باشی. یه چاهیه که بالاخره افتاده توش دیگه، اینجوری هم هست. باید خیلی صبور. مثل باطلاق میمونه دیگه. آره. حالا امیدوارم از این ویدیوی کوتاه خوشتون اومده باشه. سوالاتتون رو داخل کامنت بنویسید. اگر قسمت دوم اینم میخواید ما میتونیم سوالای شما رو جمع بکنیم، قسمت دومش رو یک هفته 2 هفته دیگه جواب بدیم. پس بنابراین این 0 تا 100 بودش، قانونی غیر قانونی. قسمت دوم میذاریم پاسخگویی به سوالات شما. هدف از ساختن این ویدیو این بود که شما رو آگاه‌تر بکنیم. زمانی که من اومدم هیچ کس تمون این چیزا رو من بگه، همه رو به سختی تونستم این چیزها رو، هم من هم همین مثلا به سخت تونستیم به این جواب این سوالا برسیم. 100% و به هموطناتون خیلی خوب کمک بکنید. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردید بچه‌ها. تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ. مواظب خودتون خیلی باشید.